پس از سالها وابستگی، امروزه به همت متخصصان داخلی بسیاری از تجهیزات با فناوری بالای صنعت نفت در کشور ساخته میشه. خرید از داخل ضمن تشویق شرکت‌های داخلی گام مهمی در تحقق اقتصاد مقاومت است. پره پره کنار هم جای میگیرند. چه تعداد پره کنار هم قرار میگیرند؟ حدود 2100 پره. قطعه قطعه روی هم نصب میشوند. چه تعداد قطعه روی این دستگاه نصب میشه؟ حدود 4600 قطعه. تا که در نهایت محصول دانش بنیان و پیچیده ای آماده عرضه شود. و این هم محصول نهایی، توربین گازی 4500 اسب بخاری، حاصل 10 سال توسعه طراحی، ساخت و البته ارتقاء تولید کنندگان، کارآفرینان، مهندسان و کارگران ایرانی. شما میتونید با یک موتور سطح هوایی قابل مقایسه بدونید. یعنی تا این اندازه فناوری پیچیده ایده. قطعا به همین شکل. دورها بالای 16500 RPM، بعضا 24000 RPM هستن. ما جزء 7 کشور برتر سازنده توربین گازی در جهان هستیم. تا به حال 12 دستگاه از این توربین‌ها به کارفرما تحویل داده. توربین اما تنها محصول این شرکت نیست. ساخت روتور به صورت کامل شامل قطعاتی مثل شفت‌ها و پروانه‌های گریز از مرکز، تمام دانش رو اینجا خودمون دیولپ کردیم. کم نیستند از این دست سازندگان تجهیزات صنعت نفت در گوشه گوشه این سرزمین پهناور که یارای یاری رساندن به این صنعت 115 ساله را دارند. توان فوق‌العاده خوبی در کشور درست شده. چیزهایی که مربوط به کولینگ و در واقع خنک کننده ها هست، مثل هیت اکسچنجر و قسلاز، اینا به راحتی و به خوبی کاملا در کشور ساخته میشه. توی پمپ و توربین الان در شرایط فعلی میتونیم بگیم از دانش فنی و طراحی مهندسی بسیار خوبی برخورداریم. با این همه برای روانتر چرخیدن یکی از مزیت‌دارترین صنایع کشور موانعی باید برطرف شود. پروژه های بزرگ توسط خارجی ها فایننس میشه. وقتی فایننس میشود معنیش که تجهیزاتش هم از کشوری که فایننس میکنه تامین میشه. با یک سوم ظرفیت داریم تولید میکنیم، ولی متاسفانه این کار انجام نمیشه و خرید انجام نمیشه از ما. در روزهای مزین به نام اقتصاد مقاومتی و در روزهایی که امید به حمایت دولت از تولید داخل میرود، تولید کننده داخلی به یک دلگرمی نیاز دارد، به اینکه دست کم دستمزد تولیدش به موقع پرداخت شود. برای تولید داخل ابتدا 25% پرداخت میشه، ما بقیه 80% رو تولید کننده باید خودش تامین کنه. تفاوت بین پرداخت اول و پرداختی که ما تحویل دادیم جنسو باید 35 تا 40 روز باشه، الان رسیده به 220 روز. از مسئولین عزیز انتظار داریم چه شرایط ما تولید کنندگان رو بهتر و واقعی تر درک بکنن. حالا تولید کنندگان کارآفرینان صنعت نگاهشان به سیاست ها، بخشنامه ها و آیین‌نامه هایی است برای ارائه مناسب تسهیلات، اخذ منطقی مالیات و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل. در چنین شرایطی است که کارگران هم بهتر از همیشه می توانند چرخ صنعت را بچرخانند و اقتصاد بومی و ملی بالنده و پویا به حیاتش ادامه دهد.